سلام و درود به شما خوبان و عزیزان. امروز در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی جذاب فوتبالی که البته برای غیر فوتبالی هم حتما دیدنی خواهد بود. پس در ادامه با ما باشید. حتما میدونید که قرار جام جهانی 2022 در کشور قطر برگزار بشه. لابد در مورد این که قرار بود قطری ها همه جا رو کولر بذارن تا کسی تو اون گرما و آفتاب سوزان هم اذیت نشه شنیده بودین، که البته قرار شده فعلا تو زمستون برگزار بشه. حالا از همه اینا که بگذریم، مهمترین و جالبترین بخش این داستان ورزشگاه‌هایی هست که قطر برای این بازی‌ها ساخته. حالا چرا جالبه؟ میگم براتون. اولین نکته مهمی که در مورد این ورزشگاه‌های شیک و خوشگل وجود داره مربوط به سرنوشت آنهاست. شاید براتون جالب باشه که بدونید به خاطر مسائلی همچون هزینه‌های نگهداری و محدودیت فضا، تعدادی از این ورزشگاه‌ها پس از اتمام بازی‌ها کاملاً تخریب شده و عده‌ای نیز به مراکزی همچون بیمارستان و مدرسه تبدیل میشن. نکته بعدی که خیلی هم جذابه و میخوام در ادامه براتون معرفی کنم، معماری این ورزشگاه هاست که تعدادی از اونها رو خود قطریا و تعدادی رو با مشارکت شرکت‌های خارجی ساختند. لطفاً اگه تا کنون ما رو سابسکرایب نکرده این، همین الان دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما نیز باشید. استادیوم البیت، نمایانگر زندگی چادرنشینی، این استادیوم در شهر الخور ساخته شده که طراحی منحصر به فرد اون سبب شد تا جایزه مدیریت ساخت، بهره‌وری انرژی و طراحی سبز رو در سال 2020 دریافت کنه. این استادیوم با ظرفیت 60,000 نفر میزبان بازی افتتاحیه جام خواهد بود. نام این استادیوم از زندگی چادرنشینی عشایر قطر گرفته شده و زندگی سنتی قطری ها رو به مهماناش یادآوری میکنه. پس از پایان جام جهانی بخش بالای صندلی های این استادیوم حذف میشن برای نشان دادن سخاوت قطری ها به کشورهای در حال توسعه ارسال خواهند شد. استادیوم جنوب، نمایانگر زندگی مردمان جنوب قطر، این استادیوم به استادیوم الوکره مشهوره و بیشتر با این نام مورد خطاب قرار میگیرد. این ورزشگاه در سال 2019 به صورت رسمی با حضور امیر قطر افتتاح شد و دومین ورزشگاهی است که برای میزبانی از جام جهانی 2019 به طور رسمی با حضور امیر قطر افتتاح شد و دومین ورزشگاهی است که برای میزبانی از جام جهانی 2022 آماده شده است. شغل اصلی مردم این قسمت از قطر غواصی و ماهیگیری است که الهام بخش ساخت و طراحی این استادیوم شده است. افرادی که برای تماشای بازی به این استادیوم میروند، پیش از شروع بازی می توانند سری به کالاهای محلی بزنند و از آبشارهایی که در اطراف این استادیوم تعبیه شده لذت ببرند. صندلی‌های این ورزشگاه نیز به کشورهای در حال توسعه ارسال خواهد شد. ورزشگاه الریان، دروازه جهان به بیابان. ورزشگاه احمد ابن علی یا ورزشگاه الریان دیگر ورزشگاهی است که در جام جهانی 2022 مورد استفاده قرار گرفته است. این ورزشگاه همچنین در مسابقات جام ملت‌های آسیای 2011 قطر در میان ورزشگاه‌های میزبان قرار داشته است. از ویژگی‌های منحصر به فرد این استادیوم، ساخت آن در جایی با منظره کویر است. بار دیگر در طراحی این استادیوم نیز از فرهنگ گذشتگان قطری و شیوه زندگی آنها که زیستن در بیابان بوده الهام گرفته شده است. ورزشگاه السمامه، نمایانگر کلاه مردان و پسران قطری، این استادیوم مدرن که آمیزه‌ای از فرهنگ، تاریخ و نمادهای کشور قطر است، شبیه کلاهی ساخته شده که توسط مردان و پسران این منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آن تاقیه می‌گویند. قطری‌ها این ورزشگاه را نمادی از جوانان قطری می‌دانند که بازیگر اصلی مهمترین رویداد جهانی خواهند شد. استادیوم شهر دانش، الماسی در دل کویر. قطری‌ها این استادیوم را تجربه‌ای فوق‌العاده برای تماشاگران و آینده‌ای روشن برای فوتبال می‌دانند. در واقع از این جهت به این ورزشگاه نام شهر دانش داده شده که در بیرون آن پر است از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی قطری‌ها. این منطقه را بنیاد آموزش پرورش کشورشان توصیف می‌کنند. از ویژگی‌های دیگر این ورزشگاه می‌توان به دسترسی آسان آن اشاره کرد که فاصله 7 کیلومتری با شهر دوحه دارد و همینطور مانند سایر ورزشگاه‌های قطر از تهویه بسیار قدرتمندی نیز برخوردار است و شرایط ویژه‌ای نیز برای پذیرایی از افراد معلول ایجاد کرده است. همچنین نمای مثلثی آن که به شکل الگوهای هندسی پیچیده و شبیه به الماس ساخته شده، ظاهراً با حرکت خورشید در آسمان تغییر رنگ می‌دهد. این ورزشگاه به گونه‌ای طراحی شده که نشانگر یک الماس در دل کویر است. ورزشگاه بین المللی خلیفه، چشمانداز گذشته قطر به آینده. در سال 2017 با یک مراسم تماشایی و با میزبانی از امیر قطر، محبوب ترین ورزشگاه قطری ها برای میزبانی از جام جهانی افتتاح شد. البته برای اینکه مسئولان قطری از شرایط این ورزشگاه آگاهی پیدا کنند، مسابقات جام باشگاه‌های جهان و چند رویداد دیگر در این ورزشگاه برگزار شده تا مسئولان آن آمادگی برگزاری مهمترین رویداد ورزشی جهان را در سال 2022 به بهترین شکل داشته باشند. ورزشگاه ملی لوسیل، از استادیوم تا مرکز اجتماعی. این ورزشگاه پذیرای فینال جام جهانی 2022 قطر خواهد بود و طراحی این استادیوم تلفیقی از نور و سایه است که فانوس آن را به ذهنها یادآوری می کند. همچنین نمای آن نشان دهنده نقوشی است که روی کاسه ها و سایر آثار هنری در دوران اسلام وجود داشته است. جالب اینی که این استادیوم پس از پایان جام جهانی به یک مرکز اجتماعی تبدیل می شود که شامل فروشگاه ها، کافه ها، فضاهای ورزشی و پزشکی و غیره خواهد بود. ورزشگاه رأس ابو عبود، ورزشگاهی پیشرو. قطری ها این ورزشگاه را پیشرو در برگزاری رویدادهای بزرگ می دانند. این یک ورزشگاه دیگر است که با استفاده از وسایلی نظیر بلوک های ساختمانی، صندلی های مختلف و چیزهای دیگه ساخته شده و پس از جام جهانی از بین خواهد رفت و مواد آن در پروژه های ورزشی یا غیر ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این استادیوم 40,000 نفری در ساحل خلیج فارس نمایی بسیار زیبا دارد و در پایان بازی ها برچیده می شود تا فضای ساحلگردی در اختیار مردم قرار بگیرد. ظاهر موقتی این ورزشگاه یکی دیگر از مزیت‌های آن است که باعث می شود هزینه کمتری برای ساخت آن صرف شود. قطری ها طراحی این ورزشگاه را خاص و منحصر به فرد می دانند و معتقدند شیوه ساخت آن توسط کشورهای دیگر دنبال خواهد شد. خب دوستان عزیزم، ممنون که تا اینجا با ما بودید. لطفاً مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.